حتی اینجا روشنایش خوبه، روشنایی حمامه داریم میبینیم. من برای چی تو خونه بذارم؟ منتها یه بعدی که داره این که همراه با چراغش، همراه با چراغش صدای تهویه هم میاد. من بهشون گفتم کجاییم، من بهشون گفتم که تهویه رو میخوام از چراغ خاموش کنیم که وقتی من استوری میگیرم اینطوری صدا نیاد توی بک‌گراند، هم من اذیت کنه هم شما رو. الان میپرسیدم چرا توی همچی چیزی رو میخوای؟ الان بیا بهشون توضیح بده. خیلی نه تنها تو این مورد، تو خیلی از موارد بیسیک کسی منو نمیفهمه و باید توضیح بدم و باید توضیح بدم توزم توضیح بدم نمیفهمن، دردم زیاده. این فقط یک مورد سادش بود. این که به من گفتن اگه میخوان تهویه رو از چراغ سوا کنن 500 لیر میخوان بگیرن از من. 500 لیر آیا گرون گفتم چون دیدم من خارجیم یا نه نرمالش معمولیش قیمتش اینقدره که فقط تهویه هوای باثروم امو الان دارم میمیرم، حرف میزنم دارم میمیرم، باثروم امو از الکتریکش سوا کنم. اجازه بدین من برم یه بستنی چیز، اصلا نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم حرف بزنم. بچه‌هایی که استانبول هستن لطفاً یه یاری به همیاری بفرمایید. یه سوال تخصصی ازتون داشتم. ببینید مثلا من تاکسی معمولی بگیرم، مثلا از اپلیکیشن بی تاکسی استفاده می‌کنم، خب خیلی در میاد و متراژی حساب می‌کنن و خیلی بده، خیلی گرون هستش. مثلا به صرفه نیست که اینور اینور با تاکسی برین. ندا با تاکسی برین. شما معمولاً از چه اپلیکیشن چه وبسایت های از چه سرویسی برای تاکسی استفاده میکنه که به صرفه باشه و مطمئنم باشه؟ شماره به من ندید، من نمیتونم به هر شماره ای زنگ بزنم. مثلا بگیم که فلان مثلا پیجش اینه، یا مثلا آدرس وبسایتش اینه، یا مثلا گروهشون شرکتشون اینه که من خودم بیام شماره شون رو پیدا کنم و زنگ بزنم. شماره برای من دایرکت نفرستید چون من به هر شماره که نمیتونم زنگ. این خواهرتون و دخترتون و معشوقتون و پرنسستون رو یاری بفرمایید و بگیم که کدام وبسایت، کدام تاکسی از همه مطمئن تره و به صرفه تر هستش که من اونو استفاده کنم. ترجیح میدم که فارسی زبان نباشن چون 120% منو میشناسن و من احساس راحتی نمی کنم. ولی به من بگین لطفا شماره نفرستین، به من بگین این اپلیکیشنش، این وبسایتشه، این اینستاگرامشونه، این فلانشونه که خودم شما رو پیدا کنم، من به هر شماره نمیتونم زنگ بزنم. شما به من بگید که منم به بقیه بگم که اطلاعات با هم رد و بدل کنیم. مرسی.